سلام، ویدیو چهارم وای پروگرامه و ویدیو چهارم وای ای ال هم هست، اسمبلی لنگویجی که داریم برای خودمون، زبان اسمبلی که داریم برای خودمون دیزاین میکنیم و پیاده سازی میکنیم، اسمبلر و غیرشو. آیدین ذوالقدر با منه برای اولین بار تو این سری، امیدوارم که زیاد شلوغ نکنم. داشتیم روی لکسرمون، لکسیکال انالایزرمون کار میکردیم. حدث من اینه که من دو تا فانکشن دیگه هم برای لکسرم میخوام. لکسر اینپوت استریم، نه استریم لکسر، یه رید لیبل دلیمیتر میخوام که دو نقطه بعد از لیبل رو بخونه. لیبل همکارانم به من اشاره میکنه که این باید لیبل باشه. و یه دونم تصمیم گرفتم، یعنی به این نتیجه رسیدم که اند آف لاین ها رو هم باید جزو توکنام تولید کنم، یعنی نباید ندیده بگیرم مثل بقیه وایت اسپیس ها و بریزم دور، بعد اند آف لاین هم تولید کنم. پس من اینجا یه دونه رید استیتمنت سپریتور هم میخوام. رید استیتمنت سپریتور، اوکی. و استیتمنت سپریتور هم حالا مثل اینه دیگه می نویسم دیگه، gc underline statement separator مساویس با backslash n. متاسفم همه کسایی که مکی قدیمی دارن که backslash r تولید میکنه سر خط برای سر خط رفتن، نمیتونن از این اسمبلی من استفاده کنن. خب فانکشن هم چی شد؟ این دوتا فانکشن رو هم برم پایین اضافه کنم. این خط خالی رو هم قرار تصمیم گرفته بودم که بردارم. لکسر رید لیبل دلیمیتر، خب این خیلی راحته، شبیه رید پارم سپریتوره. آره خیلی هم راحت نیست. gc label delimili label ender اسمش گذاشتم. خب اگر این نبود هیچی، تایپش میشه لیبل دلیمیتر. دستم درد نکنه که انقدر کانسیستنت هم. لوکیشنش همون لوکیشنمون میشه و رو ولیوش هم که درسته، یه کاراکتر هم پاپ میکنیم و تمام. اینم این یکی هم دقیقا مثل اینا میشه، استیتمنت سپریتور. استیتمنت سپریتور همون نیو لاینمونه، با این تفاوت که اگر چندین تا نیو لاین و وایت اسپیس داشته باشیم فکر کنم بد نباشه که همشو بذاری فکری واسش میکنیم. فعلا فقط یه نیو لاین میخونیم. اگر نیو لاین نبود اسمش هست استیتمنت سپریتور. این نبود فالس برگردون. تایپش هنوز توکن تایپش رو نداریم. استیتمنت سپریتور، خب این تایپ رو باید اضافه کنیم به تی تی که اون بالاها بود. تی تی فکر کنم اینجاست. تی تی درسته. استیتمنت سپریتور و این تعدادش میشه 9 تا و کنترل اف. مرسی که با من همکاری کردی. دنبال توکن تایپ تو استرینگ میگردم. توکن تایپ تو استرینگ باید یه جایی شبیه اینجا باشه. اینه خب. حالا توی وایت سپیس باید
نیو لاین رو از وایت اسپیس بودن در بیارم، در واقع از وایت اسپیس بودن بندازمش نیو لاین رو. این رو من میام از اینجا حذفش میکنم موقتا، کامنت شده میذارمش که یعنی من میدونم که اینم هست ولی عمدن نذاشتمش. is white space. پس الان اسکیپ وایت اسپیس من دیگه نیو لاین رو نمیخونه. باید برای کامنت، موقع کامنت خوندن باید چک کنم ببینم که نیو لاین رو چه کار میکنم، چون تو کامنت بود که با نیو لاین اینتراکت میکردیم. به این رید یو آی، رید آیدنت، بذار اینا رو اضافه کنم. or چی؟ read statement separator or read label delimiter or چی؟ چیزی که نداریم نه؟ یه or false هم بذارم اینجا که الان هر خطی رو بخوام کامنت کنم میتونم اینجوری کامنتش کنم. این هم همینطور دیگه، لازم نیست نگرانه. خب اون اور فالس هم هیچ تأثیری توی ولیو بقیه شرط من نداره. یو آی آیدنتیفایر اینت لیترال لیبل پارام سپریتور استیتمنت سپریتور لیبل دلیمیتر. الان بذارید اجراش کنیم ببینیم چی میشه. من نمیدونم چی میشه ولی بذار ببینیم چی میشه. این رو فعلا کلوز کنم. بیلد خوش که بیلد شد، قدم مهمیه. خب یه عالمه این ولیو های استیتمنت سپریتور رو وقتی چاپ میکنه میره خط بعد. آره پرینتبل بودنش رو چک نکردم، البته چون استرینگر نمیتونستم که. مهم نیست، اینو ما واقعا لازم نداریم دیگه. خب اروراش همون قبلی هست، هنوز همچنان همون هفته ایرور قبلیه اینت لیترال، فقط استیتمنت سپریتور اضافه شده به لیست توکن ها. پرینتبل نبودنش چجوری متوجه میشی؟ همه کارکتر که کد اسکیشون از 32 به بالاست فرض میکنم پرینتبل. متنش انجام ده بعد برای اینکه اونجا چاپ بشه تو این لیست ببینیمش. میگی اگه 10 بود بجاش استرینگه بکش. آره ولی خب نمیارزه واقعا به این همه تلاش. درسته میتونم این کارو بکنم ولی نمیارزه. میتونم اسکیپ کنم اون استرینگا رو که اگر مثلا بکسلش ان توش داره، اگه بکسلش تی داره مثلا یه چیز دیگه بذار، اگه تب توش هست مثلا بک اسپیس، از این چیزا اگه هست یه چیز دیگه جاش بذار، ولی نمیارزه به این همه تلاش مضاعف، تلاش زیاد. خب کدومو بنویسم اول؟ لیبل. لیبل راحته، read label راحته واقعا. آره میخوام شبیه کامنت بنویسمش، شبیه این. آره خب اول از همه اگه label starter هم داریم، خب اولین کاراکتر لیبل من باید لیبل استارتر باشه که اون ادساینمه و این باید چسبیده باشه به خود لیبله. یعنی لیبل های من در واقع همیشه با ادساین شروع میشن، اصلا تعریف دیگه نداریم و وسطشون هم وایت اسپیس ندارن بقیهش، ولی یه آیدنتیفایره. کاری که من باید بکنم اینه که بعدش آیدنتیفایر رو بخونم. دیگه آیدنتیفایر خوندنم چجوریه؟ مستقیم از آیدنتیفایر استفاده نمی کنم، از رید آیدنت. ولی کدش رو کپی پیست میکنم اینجا توی رید لیبل به جای این. اگر اینجا یه پاپ میخوایم، m input dot pop
اون کاراکتر رو پاپ کن. حالا کامنت ایدنت استارتر، اگر ایدنت استارتر بود اینپوت اوکی اوکی. ولی خب یه دونه ادساین خوندم دیگه. اشکال نداره که رولام یکی باشه، مشکلی نیست، مسئله نیست. به هر حال حال پارس هم خراب میشه اگر لیبل نداشته، فکر کنم خراب بشه. خب اوکی، تایپمون میشه تی تی لیبل، ول هست یه دونه کاراکتر جی سی لیبل استارتر، آهنگ فایر استارتر داریم نه. خب ول برو تا وقتی که ایدنت کانتینیوره برو را ولی رو مساوی ول قرار بده و ترو ریترن کن. فکر میکنم الان لیبلم دیگه درست میخونم، فکر میکنم میتونیم اینو خیلی راحت امتحان کنیم. خب ارورم کم شد، فقط اینت لیترال ها موند. لیبل ها رو توی کود باید پیداشون کنیم. استیتمنت سپریتور ها یه ذره، استیتمنت سپریتور رو من میتونم ولیوشو نگه ندارم، برای اینکه param separator label delimiter statement separator من ولیوشو نگه نمیدارم. کار درستی دارم میکنم. build real. خب یه ذره بهتر شد. اینجا الان اولین لیبلم کجاست؟ این که ارورمه، اولین ارورمه، ارور بعدیمه لیبل. اولین لیبلم ات لوپه و یه لیبل دلیمیتر بعدش داره. خب یه لیبل دیگه اینجاست افتر لوپ، مقدارش کمی که میبینید درست خونده. لیبل دلیمیتر هیچی، چی موند؟ اینت لیترال. اینت لیترال رو فعلا فقط میخوایم دسیمال باشه. اینت لیترال دسیمال برای اسمبلی خیلی زشته که هگز نده، ساپورت هگز نداشته باشه، ولی خب فعلا ما برای اون مهم نیست، هر بخواستیم اضافه میکنیم. الفا نام پرینتبل ایدنت استارتر دیجیت، یه دیجیت دیگه هم میخوام مثل همین ایدنت استارتر و ایدنت کانتینیور. دسیمال لیترال استارتر و دسیمال لیترال کانتینیور هم میخوایم. خیلی چیز عجیبی نیستن اینا. جا بود اینجا بود. با صفر میتونه صفر نباید شروع بشه دسیمالمون. پس ident continuer واقعا این فانکشن رو میخوایم. حالا بذار بنویسمشون دیگه تا اینجا اومد. return کن decimal literal starter. او اگه یه رقمی باشه میتونه صفرم باشه، پس اصلا ولش کن. فعلا فرض میکنیم فقط دسیمال داریم دیگه، وقتی خواستم هگز اضافه کنم به هیچ اشکالی نداره با صفرم شروع بشه. وقتی دسیمال فقط داریم، صفر پنج یعنی پنج، نه صفر پنجا یعنی پنجاه دسیمال. کجا
کجا بود؟ اینجا. بس همون ایز دیجیت کافیه. خیلی هم کافیه. رید لیبل نه رید. اینت لیترال کو. لیترال کجاست؟ قایم شده. ایرور توکن لیبل اینت لیترال. اینت لیترال رو مثل بقیه اگر لیبلی ذره پیچیده بود. مثل ایدنتیفایر مثلا. ایدنتیفایر کجاست؟ مثل خوندن ایدنتیفایر. بازم تاکید میکنم اینا رو خیلی میشه مشترکاتش رو فاکتور گرفت برد تو فانکشن‌های دیگه، ولی از دیجیت اگه دیجیت بود حاصل ندارم کنم. اینت لیترال لوکیشن خب ولیو ایدنت کانتینیور نه، باز دوباره از دیجیت. البته با مثبت منفی هم میتونه شروع بشه، با مثبت و منفی هم میتونه شروع بشه. دوتا فانکشنه که نوشته بودم و کلی زحمت کشیدم و بعد پاکش کردم و لازم دارم. خب این دوتا فانکشن رو واقعا لازم داریم، چون این لیترال همون مثبت منفی به اضافه منها هم میتونه داشته باشه. is deck literal starter و decimal literal continuer. decimal literal starter اگه دیجیت بود، is digit نه دیجیت، اگر دیجیت بود یا منفی بود یا مثبت بود این میتونه دسیمال لیترال شروع کنه. کانتینیورش هم که فقط از دیجیت. دلم میخواد این از نیو لاین از اونجا بردارم بیارم دوتا پایین تر اینا به ترتیب قد بشن. خب امشب خوشحال میخوام. دسیمال لیترال استارتر و دسیمال لیترال کانتینیور باید برام پایین از این استفاده کنم. همین جاها بود. اگر رید اینت لیترال رو پیدا کنم دوباره is decimal literal starter اگه بود، دقت کنید که من هنوز واقعا ولیوش رو ندارم، فقط استرینگی که is decimal literal continuer استرینگ رو دارم. آره نه خب برای عدد لازم نیست این کارو بکنم. درست ثابت کم می‌کنیم میشه. اون یه رقمه. وقتی یه رقم باشه اون کارو میشه کرد. خب. الان ارور نداریم همونطور که مشاهده می‌کنید. برای اینکه اینت لیترال 1 برای اینکه ذره تستش کنیم. خیلی تست بیشتر لازم داره ها، ولی فقط برای اینکه تستش کنیم من یک کار میسنم و این صفر رو میسنم منهای صفر. این یک کار رو میذارم خودش یک بمونه و همین. همچنان باید چرا بیل کردم دوباره، فقط اینپوتش رو عوض کرده بودم. همچنان ارور اون صفره و عددامون اینت لیترال یک اینجا داریم، یه دونه منهای صفر باید یه جا مثبت یک داریم که منهای صفر هم باید یه جا داشته باشیم. این منهای صفر. خیلی پس الان حدث من اینه که لکسیکال انالیسیسمون کامله. حدث من اینه. ممکنه لازم باشه تغییرهای دیگه بدیم. به هر حال یه فرایند حلقه‌ایه. سیکلیکال یه چیز توی مایه هست. میره و برمیگرده. خب. از اینجا بعد وارد بحث جالب و شیرین پارس کردن میشیم. حالا پارس کردن اسمبلی واقعا کار شاقی نیست، کار هیجان انگیزی هم نیست.
من یه دیتا استراکچری میخوام که توش اینستراکشنامو نگه دارم. یه برنامه اسمبلی تشکیل شده از یه تعدادی اینستراکشن، همین، یه آرایی از اینستراکشن ها داره یه برنامه اسمبلی، هیچ چیز غیر از اینم نداره. حتی یه چرا یه چیزای اضافه هم داره، مثلا لیبل ها رو من باید نگه دارم جداگانه که مثلا این لیبل به اینستراکشن چندم داره اشاره میکنه، یا اینستراکشن های خالی رو حذف کنم به دردم نمیخوره چون خط خالی ممکنه اون وسط باشه، لیبل بی خود ممکنه، لیبل بی خود باید نگه دارم. پس من احتیاج دارم که یه اینستراکشن، یه دیتا استراکچری برای اینستراکشن هم اول درست کنم. آره، اسمشو چی بذارم؟ اینستراکشن نود. اینستراکشن چون احتمالا لازم خواهم داشت برای یک کار دیگه اینستراکشنو. اینستراکشنو اگه برای کار دیگه لازم دارم، اسم اینو باید بذارم استیتمنت. اسم اینو بذارم استیتمنت، کلاس استیتمنت. استیتمنت مرسی. استیتمنت من چند قسمت داره. اول از همه لیبلشه، استرینگ لیبل، ام لیبل، و لیبل هم بد نیست که درست بنویسم. بعدش یه استرینگ ام اینستراکشن داره، و بعدش یه تعدادی پارامتر داره، درسته؟ بعدش یه تعدادی پارامتر داره، یا آرگومنت یا هرچی. پارامترها رو با یه وکتور استود، وکتور خود پارامتر تایپ و این چیزا داره دیگه، برای همین باید آره اینجا پس یه تایپ دیگه هم میخوام، کلاس پارام. همه چرا سپریتور هم دارن، پابلیک پرایوت. داخل این من یه تایپ میخوام، پارام تایپ، ام تایپ، و یه دونم string m name احتمالاً میخوام. m name خوبه، m name اوکی، m name. پارام تایپ رو هنوز ننوشتم ولی خب میخوامش دیگه. تایپ const return con m type و string string const ref name const return con m name و this version غیر constش هم اینجوریه و این هم string reference name param. حالا این یه دونه وکتور داره از param ها، m params، و طبیعتاً این ست آف فانکشن رو هم داره، string const ref label const return label و string غیر const label غیر const const instruction. ای خاطرتون باشه از گرامرمون، هر استیتمنت ما از این شکلی، شکلش این شکلی بود دیگه،
شکلش اینجوری که یه لیبل داشتیم، یه اینستراکشن داشتیم، یه سری پارامتر داشتیم و یه کامنت تگ. حالا من کامنت تگش نگه نداشتم دیگه، کامنت تو لکسر هم میریزه دور. پس لیبل، اینستراکشن و یه تعداد پارامتر، این شکل استیتمنت منه. استیتمنت من چیزی غیر از این نیست. اینستراکشن ریترن کن، اینستراکشن همینو کپی بگیر، غیر کانستش، غیر کانستش و پارامز استود وکتور پارام کانسترف پارامز کانست ریترن کن ام پارامز و همین غیر کانستش هم می نویسم. فعلا کانستراکتور و این چیزها رو برای اینا ننوشتم دیگه، فعلا این اوریشن هم تعریف نکردم. پارام تایپ، پارامترهای من فعلا چند مدل داریم؟ پارامتر فعلا اینام کلاس پارام تایپ، اولیش وریبله ور، دومیش اینت لیترالله، سومیش لیبله، برای جامپ اینا از لیبل استفاده میکنم. فعلا همین ستا رو دارم پارام تایپ. خب حالا که استیتمنت همو نوشتم، استیتمنت من کانستراکتور دیفالتش که درست این رو کانستراکت میکنه، پارام تایپش بذار یه پارام تایپ بدم داشته باشم، نان مثلا. خیلی هم جالب نیست ولی برای توی پارام تایپش رو مساوی پارام تایپ نان قرار میدم. نمیشم که خالی خواهد بود. توی پارسر کار زیاد باید بکنیم، ولی یکی از کارهایی که باید بکنیم اینه که پارسر کانستراکتورش، خب پارسرم هم همون جوری که بقیه کار میکنن، پارسر من داخل خودش یه دونه لکسر داره، رفرنس ام لکسر، یه دونه ارور ریپورتر داره، رفرنس ام ریپورتر، دیگه چی داخل خودش پارسرم چی میخوام برگردونم؟ پارسر من پارس، دقیقا پارس آلش کافیه که یه دونه پروگرام برگردونه. همینجوری که استیتمنت رو نوشتیم، ارور ریکورد کو استیتمنت، یه پروگرام هم بنویسیم. به ساده ترین شکل اگه بخوام بنویسم، واقعا بذار به ساده ترین شکل ننویسم فعلا. پابلیک پرایوت، در مورد این پروگرام صحبت میکنم، ولی چیز اصلی که تو این پروگرام دارم یه وکتوری از استود وکتور استیتمنت، پروگرام از سری استیتمنت تعریف تشکیل شده، ام استیتمنتس، این پروگرام من، اصل پروگرام من اینه. و فانکشن پارس من، پارس آل من توی پارسر یه دونه پروگرام برمیگردونه. اوکی این کار، پارسر من ایرور رو چجوری نشون میده؟ تو ایرور ریپورترش هست دیگه ایرورش. آره درست، خوب به نظر میاد کار
اوکی. یه تعدادی فانکشن پرایوت خواهد داشت، این امیدوارم داشته باشه، هر وقت لازم داشت میذارم. فعلا نداره. یه چیزی رو میخواستم، خود پروگرام رو میخواستم دیفاین کنم. خب اول بریم پایین این پارس آلو، من یه پروگرام ازش برگردونم پروگرام و میگم ریترن کن فعلا این کانستراکتورش ام لکسر هست، لکسری که بهش پاس دادیم، و ام ریپورتر هم هست، ریپورتر هست، ریپورتری که بهش پاس دادیم. کار دیگه هم نمیخواد بکنه، تو دستراکتورش هم کاری نمیخواد بکنه، دستراکتورش الکیه، پس دستراکتور لازم نداره اصلا. خیلی خوب، این لکسر پارسر استراکتور نمیخواد، پارس آل داره. پروگرام، برای اینکه پروگرام رو بنویسیم، فعلا پروگرام واقعا همین استیت، فقط همین یه آرایی از استیتمنت ها داره پروگرام، ولی احتیاج به پروگرام باید موویبل باشه به خاطر اون روشی که دارم از فانکشن برش میگردونم. یه دونه پروگرام that برگردونه و توی این میگم که ام استیتمنت هست استود موو ذات دات ام استیتمنت و به همین راحتی این موش تموم انجام میشه. پروگرام پروگرام رفرنس اپراتور مساوی که یه پروگرام ذات میگیره و توی این من میگم ام استیتمنت مساوی است با اگر 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 دیس مخالف ذات، ام استیتمنت مساوی است با استود موو that dot m statement parentheses بسته semicolon و return میکنم start this. چرا این m statement هست این رنگیه؟ this هست چرا این رنگیه؟ اینا چیه؟ this که keyword هست چرا اینجور نمشته؟ خب نمیدونم برای پروگرام، پروگرام یه اکس، یه دوتا اکسسور هم میخواد که یکیش استود وکتوره، استیتمنت کانسترف استیتمنتس const return con m statements. دقت کنید که این پروگرام و این استیتمنتی که من نوشتم اینا رپرزنتیشن نهایی نیستن، رپرزنتیشن یعنی که پارس شدن تازه. من باید از اونها کد جنریت کنم دیگه. برای کد جنریت کردنم یه رپرزنتیشن این مموری وسطی میخوام که احتمالاً اونم یه چیزی به اسم پروگرام خواهد داشت. حالا شاید اسمش دقیقاً پروگرام طبیعتاً نمیتونه باشه چون اینجا پروگرامو خوردم استفاده کردم، ولی اینستراکشن رو خواهد داشت، اونم یه چیزی، یه مجموعه از اینستراکشن ها خواهد داشت. توی اون غالبا من استیتمنت هایی که فقط توشون یه لیبل رو حذف میکنم، استیتمنت های خالی رو حذف میکنم، اینجور چیزها رو حذف میکنم و تبدیلش میکنم به یه فرمتی که به جای اینکه مثلا استرینگ نگه دارم اینستراکشن رو، یه انومریشن نگه میدارم، باید اسم متغیرامو تبدیل کنم به ایندکس های داخلی که احتمالا میخوام استفاده کنم، شاید هم اسم بمونه نمیدونم، ولی قطعا اون رپرزنتیشن بعدی، محله بعدی با این رپرزنتیشن فرق خواهد داشت. این رپرزنتیشن فقط اون چیزیه که تو ورودی کاربر نوشته، یه رپرزنتیشن این مموری از برنامه‌ای که کاربر نوشته، برای اینکه بتونم روی این برنامه حالا کار کنم. خب استود وکتور استیتمنت پروگرام، اول بذار ببینیم این بیلد میشه همینجوری که هست. No appropriate default constructor available. آها، default constructor. چون یه constructor واسش نوشتم،
واسه پروگرام، پس یه موو کانستراکتور براش نوشتم دیگه. برای همین دیگه دیفالت کانستراکتور براش جنریت نمیکنه این کامپایلر تنبل. برای همین من اینجا اکسپلیسیت میگم که کانستراکتور دیفالت من مساوی دیفالت، اون چیزی که خود کامپایلر میخواد جنریت کنه رو بهش میگم که لطفاً جنریت کن. هیچ فرقی تو خروجی نداره چون هیچ تغییری تو قسمت‌های کد ندادم. فانکشن پارس آل رو از مین بذار رد بشیم. مین اینجاست. این تیکه رو هم من دیسیبل میکنم فعلا، دیسیبل میکنم و میگم اندیف. هرچند اینو من لازم دارم یه جوره، یه ورژن از اینو لازم دارم، حالا مینویسم اون ورژن از اینو که لازم دارم. اینجا میگم اوتو PRG مساوی است با پارسر پارس آل و روی PRG یه کاری باید بکنم. چه کار باید بکنم روی PRG؟ فعلا فقط استود سیلاگ PRG دات استیتمنت دات سایز استود اندل. فعلا تعداد اینسترکشن هایی که بوده رو، اولا تعداد خط هایی که داشتم رو برمیگردم. ولی خب پارسر پارس آل اوکی. توی پارسرم پارسر پارس آل اوکی، بریم یک کاری بکنیم دیگه. تو پارسر پارس آل آخرین فانکشنی که تو کد دارم، درسته؟ بله. اینجا من میگم که لکسر دارم دیگه، من توی لکسرم میگم while mlexer.pop. تا وقتی که یه لکزیم دیگه دارم میتونم از لکسرم پاپ کنم، یه توکن دیگه دارم میتونم پاپ کنم. اوه یه دونه پروگرام ret هم درست میکنم، آخرش ریترن میکنم ret رو. وقتی میتونم از این پاپ کنم چیکار کن؟ بگو نه. آها این کار میکنم. استیتمنت stmt مساوی است با پاپ. چرا این است؟ چرا استرکچر اینو با نسبت به بقیه کلن فرق کنه؟ اینم مثل بقیه باید استرکچرش باشه دیگه، بقیه دارن خوب کار میکنن. پس توی پارسرم من فعلا فانکشن رو پرایوت میذارم، فانکشن که میخوام الان بنویسم و یکیش هست بول پاپ. این فانکشن هایی که باید بنویسم، اولین فانکشنی که باید بنویسم. غیر از این یه statement هم لازم دارم mCurrent که اینو هی manipulate کنم و همین. دقیقا. پس parse all این کار رو میکنه در واقع. زیر نیست اینجاست. پارسر پاپ، من نمیگم تا وقتی لکسر پاپه، تا وقتی پاپ خودم جواب داد. کاری که میکنم اینه که ret dot pushback mCurrent. اینجوری نیست، ret dot statements dot pushback ret program. همین، این کل کاری که برای پارس آل باید بکنم. فقط این پاپ رو باید بنویسم. برای اینکه پاپ رو بنویسم باید لکزیمام و توکنام رو یکی یکی پاپ کنم، هر چیزی ممکنه باشه، ولی برای من مهم یا لیبله یا اینجا نوشتم دیگه، چرا مثل اون ننویسم. پارسر اما اگه بخوام بر اساس این گرامره بنویسم، پروگرام از این سری استیتمنت تشکیل شده. اینجوری بنویسم پارسر اما اونجوری قشنگ میشه. آره دیگه، بذار اینجوری بنویسم.
آره خیلی هم ساده است اینجور نوشتنش. یه سری فانکشن میخواد. پس بدش کن بذار ادهوک بنویسم. آره ادهوک نوشتنش اینقدر ساده است که ادهوک نوشتنش هیچ مشکل ایجاد نمی کن. اگر اولش لیبل باشه لیبل رو باید بخونم تو پاپ. پس اگر لکسرم اگه پاپ نشه چی میشه؟ لکسرم پاپ نشه هیچ لکسیمی نداره. اگه لکسیم نداشته باشه آها توی کانستراکتور تو پارس آل قبل از این که mlexer.pop pop pop یعنی یه دونه استیتمنت رو بخون. پس لکسر من یه دونه پاپ روش انجام شده. الان پارسرم من بین دو دنیا گیر کردم دیگه. یه جوری نوشتم که انگار مالتی شات میشه استفاده کرد، انگار میشه مثلا چند بار پارس آلو فراخوانی کرد، در حالی که نمیشه این کارو کرد. نمیشه چند بار پارس آلو فراخوانی کرد. نباید چند بار فراخوانی کنیم. آره اون لکسرم باید لکسر پاپ هم باید تو کانستراکتورش باشه، چون نمیشه چند بار پارس آلو فراخوانی کرد. پارس آلو یه بار فراخوانی میکنی و تمام. پاپ اگر mlexer dot car مساوی بود dot چکار کنم توکن دیگه این dot car توکن dot type اگه مساوی بود با توکن تایپ لیبل، اگه لیبل بود اولش بذار وقتی پاپ فراخوانی میکنیم توی mCurrent رو خالی کنم، mCurrent رو کلیر کنم. باید برای بقیه هم میذاشتم mCurrent رو کلیر میکنم. mCurrent من یه استیتمنت، mCurrent رو کلیر کن. حالا که اینو پیدا کردی لیبل رو پیدا کردی بگو mCurrent.label مساوی است با mlexer.current.raw درسته لیبل من میشه اون لیبل خوندی. اگه لیبل خوندی حالا اگه لیبل بود و خوندیش یه پاپی هم برو درست کنی که من دارم پارسرم رو اتاک مینویسم. یه پارسر recursive descent یه پارسر structured چیز نمینویسم، چون خیلی ساده است ساختار من. پارسرم رو دارم همینجوری مینویسم. در واقع ساختارش مشخص نیست، وگرنه بالاخره که هر جور پارسری می نوشتم همین سیکونس رو دنبال می کرد دیگه. پارسر درست همین سیکونس منطقی عملیات رو دنبال می کنه، ولی من نو اکسپلیسیت نمی کنم. mlexer dot pop بعدیش رو هم پاپ کن. خب بعدش ممکنه یه اینستراکشن و یه سری پارامتر باشه. پس میگم اگر mlexer dot car dot type مساوی بود با tt ident instruction identifier دیگه، اگر اینجوری بود instruction رو هم خوندیم، instruction رو هم میخونیم. دقت کنید که توی یه instruction چه لیبلش چه instructionش چه کامنتش اختیاریه. تنها چیزی که توی استیتمنت اجباریه اون اند اف لاین تهشه یا همون استیتمنت سپریتور. ساختارمون شکلیه، لیبل اینستراکشن یه سری پارامتر و بعد کامنت. کامنت رو که کاری نداریم، یه لیبل و اینستراکشن و یه سری پارامتر. اگر اینستراکشنی وجود داشته باشه بعد یه سری پارامتر هم باید وجود داشته باشه.
ممکنه وجود داشته باشه، ولی برای اینکه پارامتر وجود داشته باشه باید حتما اینستراکشن باشه. پس اینستراکشن رو که خوندم پاپ کن، اگر بعدی یه دونه رید پارام میخوام، ریت پارام میخوام، بذار همینجا دارم اتاک مینویسم دیگه، ببینید اتاک نوشتنش چجوریه و چقدر بده. الان اولین پارامتر من ممکنه یه انتلیترال باشه، ممکنه یه لیبل باشه، یا اینکه یه آیدنتیفایر باشه. اگر آیدنتیفایر باشه یعنی وریبل یه چیزیه، اگر انتلیترال باشه که اینت، اگر هم لیبل باشه که لیبله. پس من بعدی رو میگم اگر فعلا ایفش رو می‌نویسم، ولی این باید قاعدتا یه حلقه باشه، باید وایل حالت وایل داشته باشه. آها بذار اینش رو می‌نویسمش دیگه. خب اگر mlexer.current.type، اگه تایپش چی بود؟ تایپش ident بود، تایپش identifier بود برای پارام. یه کانستراکتوری میخوام که یه چیزایی بگیره. پارامتر من فقط یه تایپ پارام تایپ داشت و یه نیم داشت. آره mcurrent.params.mplaceback. چی mplaceback کن؟ یه param type variable و نیمش دیگه، نیمش هم هست mlexer استود موبه، از لکسر بکشم رو، نه کپیش میکنم، mlexer.current.rawValue. این اگر خب حالا else if چیزی شبیه این. حالت بعدی فقط اینه که تایپ من دیگه ident نباشه، تایپ من int literal باشه، int literal باشه. اگه int literal بخواد باشه باید تایپ int literal رو پوش بک کنم و raw value رو emplace بک کنم. یادتون باشه باید کانستراکتور رو واسه پارام بنویسیم، کانستراکتوری که دوتا پارامش میگیره. و سومی هم وقتی که یه لیبل باشه، سومی وقتیه که لیبل باشه آره لیبل. و توی تایپاش به جای این لیترال لیبل پوشبک میکنم. اگر غیر از اینا باشه یعنی چی؟ else break میکنم. این break از اون وایلیه که هنوز وجود نداره. فکر میکنم یه دو وایل من باید اینجا بنویسم، دو وایل، وایل لکسر من ام لکسر. خب وقتی که اینجا آمدم باید یه دونه پاپ هم بکنم دیگه، ام لکسر دات پاپ. اگر بریک کنم که این پاپه رو انجام نمیدم، یعنی کارنت من هیچ کدوم از اینا نبود، اگر بریک نکردم میام اینجا پاپه انجام میشه. وقتی پاپه انجام میشه توکن بعدی یا ویرگوله
که پارام سپریتور باشه یا اند آف لاین. تنها توکنای به درد معتبر من این دوتا هن. اگر ویرگول باشه باید همچنان کارم رو ادامه بدم، یعنی اگر املکسر دات املکسر پرانتز نداره دات کارنت دات تایپ مساوی بود تا وقتی که مساوی است با مساوی است با مساوی با چیه پارام سپریتور دیگه تی تی پارام سپریتور این کار ادامه بده. نکته اینه که فقط این ویرگوله رو یکی باید پاپ کنه دیگه، وقتی میام بالا این ویرگوله رو باید پاپ کنم و این پاپ رو میتونم این پاپ رو دقیقا بیام اینجا بذارم، چون به هر حال اول حلقه باید یه پاپ انجام بدم و بیرون حلقه هم یه پاپ داشتم، دفعه اولی هم که وارد حلقه میشم پاپ اضافی نمیخوام انجام بشه، پس اون پاپ بیرون رو پاک کردم و یه پاپ گذاشتم اینجا. من اینستراکشن رو وقتی میخونم میام تو این حلقه، خود اینستراکشن ریخته میشه دور، توکن بعدی خونده میشه، توکن بعدی ممکنه یه جور پارامتر باشه که یا ایدنتیفایر یا اینت لیترال یا لیبل، یه جور پارامتر باشه. اگر توکن بعدی غیر از اینا باشه، اگر اینا باشه که میخونم و پاپ میکنم اون توکن رو و میام توکن بعدیش اگه ویرگول باشه میرم دوباره از اول خود ویرگوله رو اینجا پاپ میکنم میرم ازم. اگه هیچ کدوم از اینا نباشه میام بریک میکنم، یعنی اینکه من رسیدم به ته خط. غالبا تنها توکن ولیدی که اینجا بعد از این و بعد از این حتی تنها توکن ولیدی که اینجا میتونه وجود داشته باشه end of line توکن statement separator. پس میگم که اگر mlexer dot current dot type مخالف بود با tt statement separator لعنت بر statement separator، این یه خطاست دیگه. خطایی که میدم چیه؟ میگم که mreporter dot mreporter dot new report. خطام اینه که اول کاتگوری بود، کاتگوری من پارسر طبیعتاً ارور کات پارسر پارسر، بعد ارور سیوریتی داشتیم که ارور بود و بعد پث که نمیدادیم در مورد ارورمون بود دیگه، درسته؟ لوکیشن میدادیم که لوکیشن همین توکنی باشه که الان روشیم mlexer.car.location و بعدش ارور کد میدادیم که ارور کدمون 21 من میذارم، اولین ارور پارسرمون میذارم 21 و بعدش ارور مسیج میدادیم که ارور مسیج من اینه که مسیجم رو اینجوری بنویسم، مسیجم طولانی خواهد بود احتمالاً، ارور مسیج من اینه که string expected end of line instead found به اضافه mlexer dot car dot raw value به اضافه quotation. این هم ارور مسیجم. بعدش چجوری از این ارور ریکاور کنم؟ ریکاوری از این استیتمنت اینه که تا وقتی به end of line نرسیدم یا end of input همه رو بریزم دور، به statement separator نرسیدم یا به EOI نرسیدم همه رو بریزم دور، درسته؟ ریکاوری از این ارور اینه، میگم while در واقع do آره. do هیچ کد دیگه ای من ندیدم که به اندازه کدای پارس و لکسیکال انالیسیس و اینا توش do while استفاده بشه
همه کلا دیگه بیشتر وایل یا فور آدم استفاده میکنه، ولی دووایل که شرطش تهشه خیلی نمیدونم چرا. حتی همه اینا رو غالبا میشه یه جوری نوشت که از فرقه معمولی هم وایل هم استفاده کنه، ولی بعضی جاها کد اپلیکیت میشه. خب دووایل این and or نه، تا وقتی که اینجوریه مخالف اینه و مخالف ای او آی هم هست چیکار کن؟ املکسر داد پاپ این میریزم بی دور دیگه، یه سری ارور ریکاوری خیلی این علامت تعجب و سارکستیکن و آخرش ریترن میکنم ترو. بول داره برمیگردن دیگه، آره پاپش بول برمیگردن، ترو برمیگردونم. چه میخوای تست کنی که اگه به ارور خوردی مثلا فالس برگردونی؟ مگه نمیده اینجا؟ نه پاپ وقتی که به ته چیز میرسه فالس برمیگردونه. آره به ته فایل. آره پس اینجا خوب شد گفتی. اینجا باید بگم اگر ام ریترن کن ام لکسر دات کارنت دات تایپ مخالف تی تی اند آف اینپوت، اگر مخالف این بود ترو برگردون وگرنه فالس برگردون. و یه چیز دیگه هم، یه چیز مهم دیگه هم اینه که باید این تیکه دومم تو این بالا بذارم. اگه مخالف این بود اند مخالف این بود، چون ممکنه به اند اف فایل برسیم و خط سر خط نداشته باشیم و اوکی، یعنی برنامه ما با تموم بشه فایلمون، لازم نیست حتما. این یکی از این مشکلای مدت ها جی سی سی برنامه سی پلاس پلاسی که تهشون نیو لاین نداشتن. یعنی فرض کن این برنامه منو می‌بینی الان، این برنامه سی منو، من این نیو لاین تهشو پاک کنم، اینجوری بودن و وارنینگ میداد یا حتی قبلا ارور هم فکر کنم میداد. یعنی باید حتما ته فایلات نیو لاین میذاشتی، فکر کنم به خاطر یه همچین رولی بود توش. این رول اگه من اینجا نذارم، این همین یه اندو اینجا نذارم، اسمبلر من دقیقاً اینجوری میشه، یعنی آخرین خط برنامه حتما باید تهش انتر بزنی تا قبول کنه. الان اگه بخوایم میتونیم اینو با هم تست کنیم. بله تازه کلی ادیتور و سافتور هست که اصلا این فیچر رو دارن، این ویژوال استودیو هم داره اینو فکر کنم، من مطمئن نیستم. که تای فایل مثلا سورسات اتوماتیک یه دونه نیو لاین بزنه اگه نداره، اگه آخرین کاراکترش نیو لاین نیست بذاره یه نیو لاین. به خاطر اون مسئله احتمالاً کامپایلرای دیگه، من اولین بار تو جی سی سی دیدم، معروف ترین مثالش جی سی سی وگرنه. خب پس پاپ بعد اون یکی دیگه که اینو فراخوانی میکنه تا وقتی که پاپ تروه هی پوش بک پوش بک پوش بک میکنه. او نه اونو اون تهش نباید اینجوری برگردونم، نه تهش باید ترو همیشه برگردونم اولش، دفعه بعدی که فراخوانی میشه اگر پاپ امکارن تو کلیر بکن، اگر ایف اینجوریه ای و آیه مساویه ای و آیم هست ریترن کن فالس. تای خوب چیز رسیدیم دیگه. اینجوری به خاطر اینکه اگر من همونجوری که قبلا نوشته بودم مینوشتم، این پاپ آخر که یه استیتمنت به درد بخور پاپ کرده بود هم فالس برمیگردوند و اون استیتمنت به درد بخور هیچ وقت پوشبک نمیشد توی استیتمنتس، برای همین اون پاپ باید ترو برگردونه، پاپ بعدیش باید فالس برگردونه که این وایل ترمینیت بشه و ریترن کنه. خب الان متاسفانه یا خوشبختانه نه اوکی ارورامونو میبینیم، ارورامونو میبینیم. من اند اف لاینر هم پاپ میکنم اینجا با این دو وایله، نه دیگه if
اگر این بود متاسفانه احساس میکنم که اینو احساس میکنم که نه قطعا میدونم که اینو بهترم میشه نوشت اینا رو، ولی خب اینا لازم دارم دیگه، چون اون end of line رو باید پاپ کنم که دفعه بعدی که میام این تو درست کار کنه، ولی end of input رو نباید پاپ کنم، end of input رو دفعه بعدی لازم دارم. input رو پاپ کنم اصلا به ارور میخوام، یعنی ارور که نمیخوام، ولی بعد فکر کنم تا آخر دنیا end of input میمونه. حالا فعلا که اینجور نمیشتم بزنیم اصلا بیلد میشه این اصلا بیلد نمیشه. آها کلیر رو برای استیتمنت ننوشتم. آره آره خط 736 هم گیر داده. 736 چیه؟ شاید ای او آی نداریم تایپ های توکن تایپمون. توکن تایپ، توکن تایپ کنون کجاست؟ یای داریم که پلنگ داریم. خب استیتمنت بذار حداقل واسه استیتمنت کلیر بذارم. وید چرا اول دارم میذارم؟ وید کلیر، این کلیر، این لاین وید کلیر. حالا که من اینقدر خفنم بذار این همینجا بنویسم. آره اصل ندارم به خاطر یه دونه فانکشن یه خطیش مجبورم بنویسم دیگه. ام لیبل دات کلیر ام اینستراکشن دات کلیر و ام پارامز دات کلیر. برای پارام هم یه سری کانستراکتور، یه کانستراکتور هم برای پارام باید بنویسم. کانستراکتور دیفالتش رو می‌نویسم پارام مساوی است با دیفالت. کانستراکتور دیگه‌اش هست پارام یه دونه پارام تایپ تایپ بگیر و یه دونه استرینگ نیم بگیر و ام تایپ رو مساوی تایپ قرار بده، ام نیم رو هم استود موف کن از نیم و پلات بزرستم که هیچ درسته بیلد کن. خب هنوزم غلطه. خط 739 illegal use of this type as an expression. مشکل اساسی با اون تیتی داره. یه جایی من تیتی رو یه جوری استفاده کردم که این خوشش نمیاد. نکنه بجای دو نقطه سیمیکولن گذاشتم بجای. میخوام اینجا یه دونه کلن گذاشتم. اینجا هم یه دونه کلن گذاشتم. اینجا هم یه دونه گذاشتم. اون برم یه دونه گذاشتم. آره این خود پیس کردم دیگه. باور کنید من برنامه نویس بدی نیستم. خب سینتز رو میسینگ سیمیکالن بیفور ایف. خب اینجا سیمیکالن نذاشتم. کجاست؟ 749. خب بعد همش 749 بود. هفتر 49 هیچ کی من دوست نداره. یه دو نقطه است. یه نقطه نیست. خب الان انتظار داریم چی به ما خروجی بده؟ انتظار داریم بگه 28 تا فکر کنم 28 تا استیتمنت داریم تو اون اپلیکیشن تو اون پروگرام. بگه 28 تا یاد 28 چاپ کنه و ارور هم 0 چاپ کنه. آره از ارور بیشتر نتیجه خوب میگیریم. خب میره تو لوپ بی‌نهایت. الان تو لوپ بی‌نهایت افتاده. خب باید دیباگش کنیم جایی که دیباگ باید بشه. یک ساعت شده ویدیومون. یه ذره من خستم و این احتیاج به واقعا دیباگ داره.
حالا یه نگاه کلی بهش میندازم، ولی این تو لوپ بی‌نهایت افتاده. لوپ بی‌نهایتش کجاست؟ استود سیرو پاپت زیاد تلاش کوچولو بکنیم. الان من حاصل ندارم این کدو نگاه کنم واقعا دقیق که ببینم چه مرگشه. خب هیچ وقت تموم نمیشه، هیچ وقت تموم که نمیشه. Red dot back dot dot label. label separator رو خوندم یا نه؟ ولی label separator رو هم بخونم بعد از label. فکرم نخوندم اینو. خب برحال red.back.instruction و red.back.params.size backslash n. He's not a member of... Oh. Research mission. صد و یازده نه یه چیزی رو ریختم تو استودیو استریم که اون نمیفهمه. 711 همینجاست دیگه. statements back label label رو که میفهمه. آها خب C++ و ارور دیدی. سب کنم خیلی دور شدیم یا همز خیلی دور نشدیم. خیلی دور شدیم. بافر رو کامنده اینت هیچی از همون اول هیچی توش هیچی نیست. تو هیچی هیچی نیست. خیلی خب این یه مشکل قطعا مشکل مسخره‌ایه، ولی من الان مغزم اونقدر کار نمیکنه که بخوام اینو پیگیری کنم. تایپ لیبل اکسر. آره ببین اینجا قطعا که من چیزو پاپ نکردم. لیبل سپریتور رو پاپ نکردم. ولی خب به هر حال این اتفاق همیشه ممکنه بیفته دیگه. همیشه ممکنه لیبل سپریتور یا نذاشته باشه اونجا. دو نقطه نذاشته باشه تو کدش. بازم این اتفاق نباید بیفته. این مشکل داره قطعا این کد. ولی این امروز یعنی این جلسه فعلا بس. نمیدونم آیدین سوالی چیزی اگه داری. نکته ای حرفی نه. همه چی اوکی. ایراد هم بهم نمیگی که من خودم پیدا کنم زحمت بکشم یه چیزی یاد بگیرم. خیلی خوب اینم حاصل کلی تلاش ما. این از اون جاهایی که توی دیباگر اگه ران باشی دو دقیقه ای جوابتو پیدا میکنی، بیرون دیباگر یه ذره باید حدس بزنی، ولی تمرین خوبیه. برحال تو دیباگر هم میشینه ران کرد، کاری اصلا نداره. آره بذار تو این چند دقیقه که مونده بذار یه ذره اینو تو دیباگر ران کنیم. من یه دونه ویژوال استودیو باید ران کنم. چی تو ویژوال استودیو باز میشه الان؟ آره دقیقا دوم دیوایس و از این چیزا دوم دیوایس
این هم ایجاز سوره 45 دقیقه طول میکشه دارانشه. آره یو پی ال داره باز میکنه کلاس سلوشن. خب شما نهیدیم ولی من با مجیک دستم این کار کردم. اگزش داری باز بکنیم؟ آره بزنیم چی میشه دیگه؟ اسمبلیش رو بخوایی ببینیم؟ نه امیدوارم اسمبلیش رو نبینم، اسمبلیش به شرده من میخوره. میخوام تریسش کنم. سورس کارش همون بغلش دیگه است، همونجا کامپایل شده. باید اینجاست؟ نه منم اینجا نیست. درایو هیچ که من رو دوست نداره. D project C++ YAL. device یا فایل این چیه؟ مهم نمیدونم من، حالا یه فکری واسه این من میکنم. این چیه آخه ویژوال استودیو مسخره گی. من واقعا خیلی خستم. ماوست کار میکنم خدا رو شکر. آره آخرین ویدیو که من گرفتم امروز ساعت 5 صبح تموم شد دیگه. از اون موقع هم رفتم بیرون یه 2 ساعتی خوابیدم بعد رفتم بیرون، بعد الانم که دارم ویدیو بعدی رو ضبط میکنم. برای همین الان فکر کنم که هر سعی بکنم بدتر میشه. خیلی خوب فعلا از من خدافظ. آیدین تمام کنم، خسته نباشی. خدافظ.